وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان گفته است که هیئت از آن وزارت در بدخشان خط مرزی با پاکستان و مرزهای افغانستان با جموع و کشمیر را بررسی کرده است. این نهاد افزوده است که هیئت ساحات راهبردی واخان را در بدخشان و 96 کیلومتر مرز با چین را نیز ارزیابی کردند. این سفر در حالی انجام می شود که افغانستان در مورد مرزهایش با همسایگانش کنار نیامده و هر از گاهی این مورد بخصوص در مرز با پاکستان تنش‌زا شده است. آیا این سفر هیئت امارت اسلامی گره‌گشای تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان خواهد شد؟ ارزیابی مرزهای افغانستان به چه منظور انجام شده است؟ در این مورد و موضوعات مرتبط با آن بحث خواهیم کرد. سلام، به مجله صبح از تلویزیونی یک خوش آمدید. من منیر احمد امیری هستم و مهمانانم در بست آقایان هر یک سید قریب الله سادات، آگاه سیاسی اینجا در استودیو، و آقای توریالای زازای، آگاه سیاسی نیز با در از خط اسکایپ با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. سادات صاحب، میخواییم بس را با شما آغاز بکنیم. چرا این ارزیابی مرزی از طرف افغانستان صورت گرفته؟ به نام یاد خدای بزرگ، با درود و سلام حضور شما و بیننده های عزیز تلویزیون و همکاران شریک در بس، همکاران تخنیکی. علیکم سلام. البته افغانستان خب در طول مدت از ایجاد پاکستان ما با مشکلات مرزی مواجه بودیم که انگلیس ها با توطئه و دسایس مختلف میخواستن افغان ها را کم بیارن، یعنی در یک جای بنا را ناکام بسازن. در جنگ ها دو بار سه بار انگلیس ها شکست خوردن، در جنگ اول، دوم و جنگ سوم. شکست مفتزیانه، یعنی کسی برای از وان پیام رسانی هم نماند که در حکومت انگلستان از سایه اندوستان حاکمیتشان بود پیام ببرند. نمود دکتر برایدن و مکناتنی که میگن اونا فقط اما قدر که تانستن تا جای پیام برسانند که تمام نیروهای ما تلف شدن، از بین رفتن. در اینجا بحثی اساسی است که ما در یک خط مرزی کلان در با پاکستان که تقریبا 2600 کیلومتر مرز است با مشکلات مواجه شدیم، ولی متاسفانه باید بگم زمان حکومت شاه شجاع و بعض حکومت های دیگه بعد از او سازش کردن با انگلیس ها که توافقات صورت گرفت و مثلا مایدات امضا شد و خط معلوم شد که از کجا تا کجا بود، در حال که یک خط ما البته قبلا از نورستان امروزی ما و شما یک منطقه آزاد بوده، حتی تا کشمیره او را ما متاسفانه از دست دادیم، در یک بخش شده بعد از خط دیورند. و خلاصه تا جایی رسیدیم که پاکستان ایجاد شد. ایجاد پاکستان خودش در منطقه یک مشکل اساسی بود، چرا که بلوچ ها کاملا سه پارچه شدند که نصفش به پاکستان رفت و نصفش به ایران و یک تعدادش هم به افغانستان ماندند، و پشتون ها به دو بخش تقسیم شدند که نصفش او طرف خط دیورند و این طرف خط دیورند. خلاصه این مرز به اساس یک توافق شد. خب توافق شده، ولی متاسفانه توافق یک امپراتوری کلانه که او وقت انگلیس بود، تمام مسئله اقتصادی، امکانات اقتصادی در دستش بود، قدرت نظامی در دستش بود، فشار بود در بالای افغانستان مثلا که ما در اون زمان تازه رواج شده بود، خط هوایی نبود، خط زمینی بود و دریایی بود، یعنی اکمالات از طریق برک ما مواد بخشک هستیم، کشور رای بحری نداشتیم، از همه مجبوریت های مردم افغانستان استفاده صورت گرفت و زمامداران متاسفانه یک مقدار غفلت کردن که خط ایجاد کردن. در شرایط فعلی که بحث ما و شما سر از او است، شایع به ای است که پاکستان امو خط را که خط فرضی دیورند که است از او هم عبور کرده، یعنی طرفتر جاها را تغییر داده، امو خطوط که نشانی شد بوده در کنام نقاط کمی 2600 کیلومتر از واخان بدخشان تا
مرز نیمروز یه خط است. پاکستان در حالت خیلی فقر و بیچارگی خط خود حفظ هم کرد و اصطلاح سیم خاردار هم کرد، خندق هم کرد و آل حفاظت هم میکنه. اما متاسفانه ما نظر به نبود امکانات که امروز اگر جنگ در سرحدات افغانستان است، حفظ 2600 کیلومتر جنگ بین افغانستان و پاکستان یعنی در حالت تقابل برای ما دور از توان است که ما او را بتانیم حفاظت بکنیم. از طرف دیگه ایران تقریبا 900 کیلومتر یا چیز کم و زیاد یک فاصله است که اونجا ما منازعه و مشکلات داریم در بعض نقاط که در او هم باید یک دید کلان صورت بگیره. و از ضمن از بعض مرزهای دیگه افغانستان هم با چالش ها و مشکلات مواجه است. بحث اساسی است که حکومت فعلی زیر سوال میره. حکومت امارت اسلامی بازخواست صورت میگیره، یک روز تاریخ قضاوت میکنه که در زمان حاکمیت شما که البته قبلا جمهوریت هم به می بهانه خود اکثریت جا خلاص میکرد که وقت سوال صورت میگرفت که چرا از مرزهای افغانستان حفاظت صورت نمیگیره، میگفت جنگ است، ما نمیتونیم در اون مناطق مثلا با مشکلات عمیات کنیم. ولی فعلا 30 سال گذشته هیچ ارزیابی از مناطق مرزی افغانستان صورت نگرفته. حالا متاسفانه باید گفتم، چند بار که متاسفانه گفتم، یعنی جنگ 45 ساله محتاجی افغانستان، نیازمندیش و وابستگیش به پاکستان که دوران شوروی وجود آورد، مردم افغانستان به پاکستان مهاجرت کرد، مرزای افغانستان که باید توسط خود حکومت افغانستان از جانب مقابل دفاع میشد برعکس رفتن در خاک جانب مقابل یا در خاک دیگه از یک کشور دیگه ای که شوروی بود از او در تقابل با اونا جنگید و مشکلات خلق شد. حالا فعلا امارت اسلامی باید امون نقاط که قبلا بودند خط فرضی دوران با روی از کسایی که در مسائل استراتژیک سرحدی و مسائل منطقه‌ای آگاهی دارند و میفهمند از افسرای ما شما در او حساب باشان همکاری بکنند تا منطقه مشخص شود که کدام نقاط ما از مربوط خاک افغانستان یعنی اصلی است و کدامش هم فرضی است. شما برمیگردیم سادات صاحب. زازای صاحب میخواهیم همین پرسش از شما هم داشته باشم، چرا افغانستان با همسایگانش در مورد مرزهایش کنار نیامده و هر از گاه این مورد تنش‌زا میشه بین افغانستان و همسایگانش؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب محترم امیری صاحب، خدمت جناب محترم سلام. سادات صاحب، همکاران نهایت عزیزتان و هموطنان خود تقدیم میکنم. علیکم سلام. از لحاظ جغرافیایی یا جیوپولیتیک افغانستان در یک منطقه قرار دارد که توجه جهان کشورهای همسایه با اون ما بسیار زیاد است. همین خود موجودیت پاکستان عامل بدبختی و مشکلات اقتصادی و سیاسی برای افغانستان ایجاد کرد. تحت نام دموکراسی و حقوق بشر و عدالت و هم تحت اینکه اسلام در خطر است در افغانستان، از طرف زمین کشورهای جهان جنایات صورت گرفت که در تاریخ جهان از طرف هیچ کشور همسایه با همسایه صورت نگرفته بود. جهان به اساس اهدافی که برای خود دارن، پلانهای برای خود دارن کار میکنن. اونا در این منطقه اهداف سیاسی دارن. افغانستان مکلفیت و مسئولیت داره به خاطر رفاه مردم خود، برای آینده مملکت خود که از لحاظ اقتصادی با کشورهای جهان تعامل دوستی داشته باشد. اما متاسفانه بدبختانه نظامایی که در افغانستان به وجود آمد، اینا نظامایی نبود که توجهشان در ملت بوده باشد، توجهشان بر اهداف سیاسی کشورهای جهان بود که اینا در این منطقه اهداف داشتند. ما همیشه گفتیم ملت افغانستان قربانی اهداف سیاسی و دروغ جهان شد و او هم در بین سه کشور با قدرت که امریکا، چین و روسیه و که اینا تقریبا بسیار زیاد مستقیم در مسائل افغانستان دخیل هستند. فعلا امارت اسلامی چون در حاکمیت از در افغانستان، اینا مسئولیت تاریخی دارن که در مقابل هر نوع
اعمال بد کشورهای همسایه باید اینا اقدام بکنند. شما ببینید که من یک مثال بر شما بتم که در وقت ظاهر خان در افغانستان تکیه خانه بود، اما اینمی ایران برادرای اهل تشیع ما را، برادرای قوم اهل ازاری ما را به چی سرحد اینا کشاندن به نام فاطمیون. 95% از اینا را در سوریه و اونا به جنگ روان کردن، کل ایشان شهید شده. اما سوال ده اینجاست که ایران چرا این کار را کرد؟ ایران به خاطر از اینکه در افغانستان ناامنی به وجود بیاد تا این کشور نتانه به پای خود استار شد. پاکستان خود ظرف 45 سال چی میکنه از پیدایش که سال 1947 توسط اونامو فردی که یک تعداد هموطنان ما بعضی مسائل صحبت های دار باعثی مثال میاره که او گاندی بود که در وقت هند برطانوی این پاکستان به وجود آمد و بر افغانستان یک دردسر شده تا به امروز. و در متاسفانه که در مقابل نظام هایی که در افغانستان به وجود آمد نتانست در مقابل پاکستان یک عمل انجام بده که پاکستان دیگه توان و قدرت زیر نداشته باشه که در مقابل مردم افغانستان و افغانستان هم تجاوز جنگی بکنن و هم تجاوز زمین. چرا هر حکومتی که در افغانستان شکل میگیره در بحث مرزش با همسایگانش کنار نمیاد؟ چرا این مشکل حل نمیشه بخصوص در بحث مرز افغانستان و با پاکستان؟ پاکستان از پیدایش بر افغانستان هم نمیخواست که یک حکومت یا نظام مستحکم داشته باشه. چرا نظامایی که در مابین افغانستان بود، مثلا تا وقتی خدا بخش داوود شهید داوود خان، چون نمیتونست پاکستان حتی در وقتی هم حزب دموکراتیک خلق افغانستان که هر عنوانی را مردم افغانستان یا سیاسون برش میتون مسئله جدا، چرا پاکستانی توان و قدرت نداشت؟ مثلا شما ببینین که در وقتی زمو همی حزب دموکراتیک خلق افغانستان چیزی تانه هایی که در سرحد افغانستان موجود بود کلگیش بمباردمان شد، یعنی تا پاکستانی توان نداشت در مقابل افغانستان یک عمل کنه. پس ریشه این تنش ها را شما در کجا میبینید؟ چرا هنوز هم این تنش ها موجود است بخصوص در مرزهای افغانستان، بخصوص مواردی که بین افغانستان و پاکستان همواره مردم افغانستان گواه بوده و همیشه حتی این تنش ها و تنش های نظامی هم انجام میده؟ ریشه ازی در کجا است؟ ریشه از این تنش ها در خود نظام هایی که در افغانستان با وجود آمد که کل اگه زینا ما همیشه میگم که موقف ما موقف ملی است و از تمام اقوام افغانستان و از شمال تا جنوب و شرق تا غرب دفاع میکنم. احزابی که مثلا تنظیم های جهادی که در مابین پاکستان تربیت شده، برای شما معلوم است که آقای میری که همین خود من نمیخوایم هم که گذشته رو یادآوری کنم، برای بخاطر ثبات از این مسائل که چرا افغانستان به این حالت مواجه شد مجبور هستم که تکرار رو یادآوری کنم. گلبدین ربانی، احمد شاه مسعود در بین پاکستان توسط نصرالله بابر که ذوالفقار علی بوتو برش هدایت داده بود که خط فرضی دویران در سال 1993 قرارداد شکوره میشه، باید کاری بکنی که بی‌ثباتی در افغانستان به وجود بیاد. نصرالله بابر این کار را کرد، همین سه نفر را برد بالای سار پشاور، بعد از اینا سلا و پول داد اینا را افغانستان. مثلا احمد شاه مسعود آمد افغانستان بغاوت کرد در مقابل حکومت شهید داوود خان، اونمو مردم شریف پنشیر، اونمو مردم شریف پنشیر احمد شاه مسعود نمان دوباره پاکستان رفته. یعنی مردم این مشکلی است که چندین سال میشه از قسمی که شما هم در آغاز یاد کردین، از آغاز ایجاد پاکستان این مشکل با افغانستان وجود داره. حتی در زمان داوود خان که ما یک دولت قوی داشتیم اما این مشکل حل نشد. چرا حکومت هایی که قوی بودن در اون زمان این مشکل را حل نکردن؟ وقتی شما ادامه میکنین که مسعود و چند فردی را که شما یا تنظیم های جهادی را که یاد کردین در پاکستان اینا به حساب اونجا بودن و پاکستان به اینا جای داده بود، به نحوی فکر نمی کنین اینا ضعیفتر از این بودن که بیان دایی خط دیورند و
مرز با پاکستان را روشن بکنند؟ مشکل اصلی در اینجاست که خط دیوران یک مسئله بین‌المللی و جهان در این قسمت هیچ توجه نداره، بخاطر از اینکه کشورهای بر قدرت جهان، کشورهایی را که در بعضی کشورها اینا اهداف سیاسی دارن، عین زمان ناپلیون ایدیا یا ای در بین کشورهای بر قدرت موجود است که اینا کشورهایی را که در یک منطقه به وجود میاره به خاطر منافع سیاسی و اهداف سیاسی خود به وجود میاره. خیلی تشکر زازیست. به شما برمیگردیم. به شما برمیگردیم. سادات صاحب، ریشه از این تنش ها در کجاست؟ چرا این تنش ها با وجوده که هر حکومتی در افغانستان شکل میگیره مشکلش با پاکستان بخصوص حل نمیشه؟ ببینین، یک چیز را من میخواهم بگم با دوستمام و با مردم دنیا، هر زمان یک وقت شکل میگیره، مثل از این که بعضی کسا شخصیت میشن تصادفی یا رهبر شدن یا حکومت یا زعامت، اما استراتژی دنیا استراتژی بزرگ بودن که شاید از درک ما و برادر ما بالاتر باشه که افغانستان دو تقسیم بود، افغانستان شمالی ترکستان و با اصطلاح ما و شما بفهمیم که او طرف سالنگ و این طرف سالنگ مربوط قدرت امپراتوری انگلیس بود و او طرفش هم مربوط شوروی سابق بود. دوست ما گفت که احمد شاه مسعود و نمیفهم گلبدین و یا رفتن در پاکستان و باز بعدی تو کردن بازی تو کردن. اینا کسایی بودن که از حکم اعدامشان صادر شده بود توسط حکومت داود خان که 70 نفر از جوانان نهضت اسلامی را به شمول غلام محمد نیازی، استاد عبدالرحیم نیازی، انجینیر ابراهمان، شهید غلام محمد عتیش و مولای ابراهمان، خود ده ها 20 جوان و با احساس وطن دوسته که به خاطر خدا و کشور اسلامی که در برابر انگلیس جنگیده بودن، اینا را حکومت داود خان به خاطر از اینکه خانوادهش از دستش نره، از شاهی به جمهوریت تبدیل که خلقی و پرچمی و میر اکبر خیبر و سیدال و ترکی و کارمل و نمیفهم کیو کی افراد و اشخاص نااهل، بی تجربه، کسایی که علاقمند بودن به رسیدن به قدرت و تن دادن به غلامی، مردم خدا، آدمای هوشیار خدا، نخبه خدا، مولوی خدا، عالم خدا، سال 57 خلقی ها حکومت گرفتن، پرچمی ها و خلقی ها کی را کشتن؟ مردم افغانستان از پاکستان سال آورده بود. خواهید سه نفر که تو میگی یا چهار نفر که یام از بخاطر از امو فشار و ظلمی که صورت گرفت تمام جوانان نهضت یا بندی کردن یا شهید کردن یا از به اصطلاح سهر را ترک کردن. متباقی بعد از اون مردم امیخان افغانستان، عالم افغانستان، استاد پانتون، استاد عربی پانتون، استاد همه مردم های فهمیده تقریبا حدود 100 هزار یا 150 هزار نفر را نکشتن. چرا ملامت ما ملامت نکنیم که ما کسی را مرا مجبور ساخت در خانه دشمن، گیرم پاکستان دشمن، ما در خانه دشمن از مجبوریت داخل شدم، اگر داخل نمیشدم در پلیگون پلوچرخی مثل پدر ما و ده ها تن دیگر که مثلا در پلیگون ها شهید کردن، ما هم شهید میشدم، مردم هم شهید میشد، رفتن به پاکستان. پس تقصیر اساسی متاسفانه بحث عذاب جهادی سال 58 پیدا شد. بحث دوران خب مثلا قصه 20 سال پیشتر از یا 30 سال پیشتر از بحث موضوع چی بود. دوم همی که داود خان نفرکشی که سرمزی گفت که مثلا کلگی را اعلان عمومی کرد که ما با پاکستان مشکل داریم. بی تجربگی زمامدارا، سیاستمدارای دو پهلو، چند پهلو که یک طرف برای داود خان خدمت میکرد، دیگه طرف برای کجیبی جاسوسی میکرد، دیگهش اماده بود قبایل آورده بودن در وزیر اکبر خان آشه و عباطه میداد علیه پاکستان، یعنی سیاست معقول و مدبرانه نداشتن که ما با اتفاق کلی اگر واقعا میگن که سند وجود دارد و این سند 100 سالش پوره میشد، عالی، این سند هر سندی که باشد، تورات و انجیل هم اگر به اصطلاح پنهان است و یک صندوق اسرار داره، این سند خب باید در یک رسانه، در یک روزنامه، در یک گپ میبرامد، معلوم میشد که این قضیه چه قرار بوده. او بحث یعنی سند وجود ندارد در بحث
بحثی که وجود دارد سیاست مدارای ناآگاه و عاقبت نهندهش بوده. ببینید خود دقیق فکر کن، هندوستان از زمان سلطان محمود غزنوی، از زمان بابوریا، از زمان احمدشاه عبدالی زیر تهاجم مردم افغانستان قرار داشته. حکومت های افغانستان در حتی زنه که به اصطلاح غوریا در هندوستان حکومت کرده، مردش خوب ببان اینجا هندوستان مهارت داشت، آمد پیش روی تو خودت مسلمان ها را دیوار کرد که خودت با مسلمان دیگه حالا یا نمی جنگی یا اگه بجنگی با خودت بجنگ. و اینجا در افغانستان دیگه بعد از احمدشاه عبدالی و تیمورشاه سیاست مدار نماند. مثلا اگر شاه شجاع و شاه زمان بود، مردم شاه زمان انتخاب کرد، مردم افغانستان، ولی انگلیس شاه شجاع را انتخاب کرد. بعد از اون شاه شجاعی پیدا شد که متاسفانه گای سر شوروی وطن فروخت، گای سر آمریکا فروخت، گای سر انگلیس فروخت، گای هم سر پاکستان فروخت. و خلاصه همه اشتباهات را که ما خود ما امروز رنجش میکشیم. امروز ما 12 یا 10 میلیون مهاجر داریم، امروز 3 میلیون خانواده شهید داریم، ما امروز 1 میلیون معیوب داریم، 90% خاک ما از بین رفته، 45 سال وقت ما صرف شده. دلیلش هیچ کس ما مقصر گفته نمیدونیم، مقصر ما هستیم که نتانستیم امی جغرافیایی که از نیاکان ما بر ما مانده بود ایره به درستی حفاظت و حراست بکنیم. خیلی تشکر سادات صاحب. وقفه داریم، پس از وقفه بس ردام میدیم. بیندای عزیز وقفه است و دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید زازای صاحب. آنچه را که سادات صاحب بیان کردن، گفتن که اشخاصی را که شما یاد کردین، حکمتیار و رهبرای تنظیم های جهادی را، اینا به اساس اون مظالمی که در آن زمان حکومت وقت برای اونها وضع کرده بود و اینا از این که حکم اعدامشان صادر شده بود، اینا سفر کردن به پاکستان و به نحوی هجرت کردن به اساس گفته های سادات صاحب. و ضمناً هیچ سند رسمی هم وجود نداره آنچه را که سادات صاحب بیان کردن. اگر هست چرا بیرون نشده این سند در مورد مرز افغانستان و با پاکستان؟ ببینید، ما فقط صرف یک مثال آوردم که ما یا افراد دیگه یا مثلا خب ببخشیم که ما خود یاد کردم، نظامایی که در افغانستان با وجود آمده اینا مسئولیت تاریخی برای مردم افغانستان دارن، تخت قضاوت سر از اینا تا تاریخ افغانستان میکنن و این که کی چی کرده کی چی نکرده و مسئولیت خودشان است. من فقط صرف به طور مثال یاد کردم. دومی دیگه اینست که ما که در رسانه های خبری حاضر میشیم، هدف ما اینست که ما نظر مثبت خود که برای خیر از این ملت و خیر از این مملکت باشه پیش کنیم. به اساس وقده نمیشه که ما صحبت کنیم یا همدیگر خدا نخواسته خدا نخواسته به احترامی برشان. اینجا بحث وقده گشایی نیست بدون شک زازای صاحب. آنچه را که شما گفتین و در برابر حرفای سادات صاحب بود که بر شما داشتن، من هر کس نظرش هست، من به نظر سادات صاحب احترام دارم و مربوط به خودش هست. هر کس در زندگی خودی یک خط مشی داره و قابل احترام هستی که صحبتهای ما یا صحبتهای سادات صاحب و مردم چی رقم بررسی یا میکنه، اون مربوط به خود از اون مردم است که بررسی میکنه. شما نمیپذیرین که در اون زمان به اساس ظلمی که بوده یا اون جبر حکومت باعث شده تا این افرادی را که شما یاد کردین به پاکستان رفتن؟ فعلا شرایطی است که ما برای آینده مملکت صحبت کنیم. اما آن چیزی را که ما چی رقم میتانیم که عامل از این بدبختی ها بیره، اگر ما امروز بگیم یا شما بگیم هر کس بگیم، همین نظام هایی که در افغانستان با وجود آمد، آن چیزی را که سادات صاحب بیان کردن این بود که بحث دیورند بحث چند سال قبل نیست، 20 سال یا 30 سال قبل، بحثی است که نزدیک به 100 سال میشه که با پاکستان این بحث و این موضوع تا حل نشده. و هر از گاهی حتی ما برای شما به عنوان مثال یاد کردم حکومت داوود خان را که یک حکومت خیلی قوی بود،
اما این بحث روشن نشد با پاکستان. دلیلش در چی بود؟ و موضوعی هم که سادات صاحب اشاره کردن و گفتن که این برمیگرده برای سالهای خیلی قبل از افرادی را که شما یاد کردین. شما ببینین باید این متوجه باشین که ایجاد پاکستان در منطقه توسط کی صورت گرفت؟ در سال 1947 توسط انگلیس در این منطقه صورت گرفت که انگلیس اونموس در جنگ اول جهانی دوم و سوم جهانی در افغانستان یک شکست بسیار شرم‌آور بود و او به اساس وقتی که داشت به اساس از اینکه امو انتقام خود از مردم افغانستان از این سرزمین بگیره پاکستان ایجاد کرد تا یک دردسر در این منطقه برای از خاطر خطی دو ایران داشته باشه. خیلی تشکر. زازای صاحب، اگر شما مشخصاً پاسخ بدین چرا حکومت‌های افغانستان در سال‌های اخیر هر حکومت کامت مرز افغانستان با پاکستان را رسمی نگفت، فرضی گفت و اون طرف پاکستان میگه ما مرز فرضی وجود نداره در دیورند و این مرز رسمی است، چرا این حال است؟ کشور برای نفع خود کار میکنه، برای افغانستان، مردم افغانستان که تا آخرین فردش زنده باشه، برای مردم افغانستان خط دویرم، خط فرضی است، نه خط رسمی. کدام قراردادی وجود نداره. شما برین در آرشیف لندن در موزیمش مراجعه کنین، در اونجا واضح تمام چیزا رو میتونید مطالعه کنین. آقای فاطمی رو دعوت کنین که برتان بگه، چون اون در لندن زندگی میکنن، او رفته در آرشیف هم تمام از این مسئله رو خوانده. و این حال فعلا برای مردم افغانستان در شرایط فعلی تأمین امنیت مردم گشنست، گشنگی، این چیز را ضرور است که بکرو کنن. خیلی تشکر زازای صاحب. سادات صاحب، آنچه را که زازای صاحب گفتن این خط رسمی نیست و هیچ سندی هم وجود نداره که قرارداد بین افغانستان و پاکستان باشه به منظور رسمی بودن از این خط. خانده ما بحثی که مثلا این بحث تاریخی است و با اون کسای تعلق دارن که مسائل استراتژی ملی بین المللی را از مسائل وزارت خارجه و قراردادهای بین المللی تعهدات و خلاصه هم چیزهایی که وجود داشته. حقیقت گپی است که ما در افغانستان سلطه‌گریه که دوران نادرخان و ظاهرخان و داودخان به خاطر بقا و بعد از حکومت به تجربه خلقی ها که 150,000 نیروی ارتش سرخ شوروی را آورد به افغانستان و مردم افغانستان در یک روز در 24 اوود 1358 که وقت نه پاکستان به او بزرگی مداخله داشت، نه ایران و نه امریکا هم چندان علاقه مند داشت در قضیه افغانستان، در یک روز 24,000 نفر خود مردم افغانستان همون نیروهای متجاوز شوروی با کمک کمونیست ها شهید کردند و مردم افغانستان مجبور شد و از مجبوریت از این متاسفانه پاکستان و ایران استفاده کرده. ما به مسائل تاریخی اگه بریم برنامه شما گنجایش از این نداره. ما باید حال هوشیار شویم، فکر خود بگیریم که حال اگر پاکستان ایجاد شده پاکستان از بین نمیره. پاکستان یک کشور بیشتر از 200 میلیون است، یک قبلا هم گفتم برای ما یک دشت مقابل افغانا جور کرده هندوستان که او را خودش در مقابل تو می جنگانه و هندوستان خودش در آرامش زندگی میکنه. 1,300,000,000 انسان در هندوستان نان میخوره، شکمش سیر است، گندم هم به تو کمک میکنه، به افغانستان هندوستان کمک میکنه، کشور که 30,000,000 جمعیت داره. ما نتونستیم زراعت خود مکانیزه کنیم، ما نتونستیم با جهان وفق بگیریم، ما نتونستیم سیستم خود مثلا امروز که جهان سیستم زراعت میکانیزه شده باشه، در پالوی دریای هامو مردم از تشنگی سطلار قطارک ماندن مثلا بر یک آب آش میدنی خود. ما متوجه شیم، خب ما بزرگای خود از دست داریم، ما فامیدای خود از دست داریم، ما دانشمندای خود اعدام کردیم، ما دانشمندای خود تبعید کردیم، از وطن کشیدیم، مشکلات بر مردم خود خلق کردیم و آخری مرحله شم امی است که آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، جرمن‌ها، تمام کسایی که حداقل چیزی را از مسائل روز میفهمیدن بردن نشانه و امروز نظام فیلی
هم اگر ما بگیم دیروز کانکور امتحان دادن جوانان ما 15 در عصری که مسابقه بود که برای کانکور اگر ما را پیدا بکنم ما 20,000 سیت خالی داریم که قابلیت ازیر داره که باید دوجا ما امتحان بدیم. دخترها از مثلا از تحصیل امروز محروم شده، ما میریم برای پاکستان عذرگذاری میکنیم که مریض ما را در پاکستان بیاید تداوی بکنه، با اون با هزار مهنت داخل میشیم. ما جایی که مثلا دعوای ماست که خاک خود ما هست $1,000 مصرف بکنی تا تکت پیشاور بگیری و اوجا بوری مریض تا با این وز سازاد صاحب و با توجه به گذشته افغانستان این که هر حکومت اقامت اگر ریاست جمهوری نما بگیم 20 چند سفر ریاست جمهوری مقامش داشتن برای پاکستان، اما روی موضوعات دیورند کنار نامدن، مشکلات بین افغانستان و پاکستان حل نشد. شما فکر میکنین که امارات اسلامی با این ارزیابی و این سفرها تلاش‌هایش نتیجه خواهد داد؟ مشکل حل نمیکنه. ما در زمانی که حضور انگلیس در افغانستان بود باید این موضوع را مطرح میکردیم، حضور امریکا بود، نماینده های سازمان ملل متحد بود، ما این قضیه را این غایله را دیگه خلاص میکردیم. متاسفانه نکردیم، نتونستیم و داینده هم ما موفق نمیشیم. چرا ما موفق نمیشیم؟ امروز اگر پاکستان اوج حکومت داره، مخالفین دارد، موافقین دارد، دموکرات دارد، مذهبی دارد، دیوبند دارد، اقانیه دارد، کلاخلتک دارد، همهش بر منافع پاکستان، پاکستان جان است. اما برعکس در افغانستان است. برای پاکستان، افغانستان در 100 مملکت مردم افغانستان آواره شده. امروز اگر ما میخوایم توافق بکنیم با مسئولین نظام فعلی صحبت بکنیم، میگه خب همین نظام است مشکل حله. رای حل چی است پس؟ خیلی خوب. رای حل اتفاق، اتحاد، همدیگر پذیری، یاد گرفتن از تجربه های تلخ زندگی که ما در 100 مملکت آواره هستیم. ما مریض ما تداوی نمیشه. ما کشوری هستیم غنی ولی گرسنه. چرا؟ کشوری که معادن از او به حد باشه که مثل بیشتر از عربستان، ولی در افغانستان کسی خوردن یک وقت نان خود به اصطلاح آریان باشه که چی کنه؟ ما باید فکر بکنیم این جامعه، جامعه یک قومی، یک فردی، یک ایدئولوژی نیست. باید همه مردم ما شما متحد شوا، متفق شوا تا این مملکت بسازه. همین اراضی که در دست ما هست اگر ما غفلت بکنیم شاید ایرم از دست بدیم. تا اینمی اراضی رو ما به اصطلاح حفظ بکنیم تا به ثبات دائمی برسیم، بعد از او میتونیم ادعا بکنیم و مسائل دیگه خود پیش بریم. زازای صاحب، به عنوان آخرین پرسش میخوایم از شما هم داشته باشم و شما هم کوتاه بفرمایید که آنچه را که سادات صاحب بیان کردن، نیاز است که ما حال این جغرافیایی که در دست ما است همین ده حفظ بکنیم و اتحاد و اتفاق در این مورد داشته باشیم. هر تحلیلگر سیاسی که برای منافع ملی افغانستان و برای وحدت ملی افغانستان یعنی وفادار باشه، اونا این همی هدف دارن که در افغانستان باید وحدت ملی می اکثریت مردمی کار دارن. مگه مکچین را فراموش نکنه که 20 سال جمهوریت در مابین افغانستان جنایات را انجام داد که امروزی کشور با اون بدبختی مواجه است. اما با آمدن امارت اسلامی در صد تا سر افغانستان صلح آمده، امنیت تامین است و اون جنایتی که قبلا صورت گرفت چور، چپاول، غارت نیست. در افغانستان در 20 سال جمهوریت چور، چپاول، غارت اینا کلکش حاکم بودن. جنایتکار جنایتکار است، آدمی خوب آدمی خوب است. شما چه فکر میکنین این سفر را که به بدخشان؟ اجازه بدین یک دفعه شما اجازه بدین شما میشه. مهربانی 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 جدی میکنم. من واقعا وقت ما کم است، به دلیل میخوام اما اخلاق بدرسانه‌ای را از دست فرصت ما کم است. زازای صاحب به دلیل وقت ما خیلی در حدود 2 دقیقه ما وقت داریم. همین 2 دقیقه میخوام که براتون صحبت کنم. وقتی که من سیاسی کارگر کارآگاه سیاسی در مدرسانه حاضر میشیم باید از وقته کار نگیریم. اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی، اخلاق رسانه‌ای را باید در نظر بگیریم. افغانستان
نه در هیچ گروهی وابسته به هیچ گروهی نبودم که در 45 سال در افغانستان آمده و مسئولیت هیچ گروه را آمده در افغانستان ندارم. افغانستان که ماضی به صراحت برتان بگه تمام اقوام افغانستان در زمانی که پشتون در افغانستان در قدرت بود مثل برادر زندگی میکردن، اما از روزی که قدرت در دست یک گروه یک قریه صورت گرفت افغانستان به این تباهی و بربادی مواجه شد. چرا انسان نمیمونه؟ ما خوب میفهمم که مسئله افغانستان چی، ما باید ثبات سیاسی داشته باشیم و باید اول از سیاست جهان خودآگاه بسازیم، باز بیایم در رسانه ها بحث سیاسی بکنیم. در رسانه ها نمیشه که به خاطر یک گروه از یک کس دفاع بکنیم. کسی که در افغانستان جنایت کرده جنایتکار است. شهر کابل کی ویران کرد؟ 70,000 کابلی را کی کشت؟ شهر کابل کی به خاک هموار کرد؟ من میخوام که این پرسش از سادات صاحب داشته باشه. سادات صاحب، پاسخ شما چیست به این مورد؟ عزیز دلم، شما اقدامانانه صحبت میکنین. برادر گلم، 3 میلیون مردم افغانستان، اوراگان، اسکارد، بمبای، نیپال، اتحاد جماهیر شوروی، نوکراش، کمونست، خلقی، پرچمی، امو مردمایی که مردم بیگانه را در افغانستان را داد و مردم مظلوم افغانستان را مجبور کرد که در دامن بیگانه ها برود و امروز افغانستان میدان بازی جهان شده که از او طرف امپریالیسم میاد و از این طرف هم کمونیسم و سوسیالیسم. ما افتخار میکنیم که ما حکومت اسلامی داریم و حکومت اسلامی آرزو و هدف ما بود. هدف ما ای است که حفظ از این جغرافیا با اتحاد، با وحدت، با هم دیگر پذیری میشه. نه با کلام از این که احمد و محمود و خانواده و قوم فلان زندگیش بود آرامی بود و دسیسه دنیا ادامه دارد تو رو خود دیگه آرام نمیمونه که تو همینجا بیشینی و صدا صاحب زاده صاحب هم قطع کردن تماس را قطع کردن. تشکر کردن. ممنون حضور خودت از زاده صاحب که حالا قطع کردن. بیندای عزیز ممنون شما هم که تا این دم با ما بوده. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بسپارم. خدا نگهدار.